توی این ویدیو به دعوای وحشیانه میریم. پس باید بی‌ادب‌ترین بازیکن ها که لفظی و فیزیکی به رقیبشون بی احترامی کرده بودن یا واسه تحقیر حریف شده بودن رو توی این ترکیب اضافه میکردیم. سلام و درود خدا برای شما. با توی این ویدیو اومدیم بریم به دعوای جنگلی با خارجی ها، اما با بازیکنایی که دعوا کردن چه لفظی چه فیزیکی شو بلدن. و اگر در اول ویدیو گفتم بیادب ترین، من معذرت میخوام. بالاخره اینجا کلسکسری کلماتی و من شنیدم که نباید میشنیدم. لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. بازیکن اول لیونل مسی. چرا لیونل مسی؟ چی شده لیونل مسی؟ واسه ببینم اینجا دارم به هوادار بارسایا هوادارایی نمیدونم سیویان کیان دارن همینجوری چیز میز میفرستن. خب داداش طبیعیه اینجا مسی هرچی از دهنش در میاد به توی هوادار بگی. چرا اول با مسی شروع کردی آخه؟ پس لیونل مسی رو به عنوان اولین بازیکن عرضه میکنیم. آقای جوهارت. اوه حاجی چی داره میگه این؟ چرا به توپ جمع کنم بدبخت داری فوش میدی؟ بابا چه خبرش این؟ هرچی فوش بدد بود دیگه داد. پس جوهارت هم به ترکیب اضافه میکنیم. اوه حاجی زلاتان. آقا زلاتان داشت به یه چیزی اعتراض میکرد، من دقیقا نمیدونم چی بود. فکر کنم این حرفی که داره میزنه مخاطبش داوره، یعنی داره به داور بی احترام میکنه توی این ویدیو. پس زلاتان ابراهیموویچ هم به ترکیب اضافه میکنیم. به جز این زلاتان زمانی که توی میلان بوده با لوکاکو درگیر شده که همه تون میدونین، و اونجا به مادر لوکاکو بی احترام کرده که همین موضوع باعث میشه که بیاد تو تیم. و حالا در جواب زلاتان که بی احترامی کرده بوده جان آره به لوکاکو، لوکاکو هم بی احترامی کرده به همسر زلاتان. اعتذار نداری که اون حرفی که اون زد من بگم که. پس لوکاکو هم به ترکیب اضافه میکنیم. ببین اینو من دیدم، ولی این داره هواداره به نیمار یه چیزی میگه، الان من نمیدونم راجع به تو بارسا هم بوده. اینو من دیدم، الان یادم نمیاد موضوعش چی بوده. فقط میره با این درگیر میشه نیمار و منم نمیدونم چرا این کارو کرد. نزده بخونیم. نیمار یه ویدیوی دیگه هم داره که الان داره حسین بهتون نشون میده. نیمار زمانی که جلوی توی جام حذفی فرانسه باخته بودن توی تیم با توی تیم پاریس سن ژرمن بودهش، درگیری فیزیکی داشته با یه هوادار. این حرکتو در شأن و شخصیت شما نیست. پس نیمار جونیور هم مثلا چپ اضافه میکنیم. و اما بازیکن بعد کریستیانو رونالدو اینجا داره زیر لب یه چیزایی میگه، به اسپانیایی نمیشه، من دقیقاً متوجه نمیشم، ولی کلا این ویدیو راجع به بی‌احترامی بازیکناست. زیر لب چیز اسپانیایی بود من نفهمیدم، ولی تو از زیر میز انگلیسی هم داریم. از کریستیانو رونالدو هم به ترکیب اضافه میکنیم. آقای رشورد. بابا اینجا هاشو سانسور کنین تو رو خدا. خوبه خدایی سانسور کرد، صداش زیاد نمیاد. داداش به خدا هرکی بی احترامی بکنه جذاب نیست، نشونه گندگی نیست. پس مارکوس رشفورد هم به وسط اضافه میکنیم. بله میرسیم سراغ آقای کوین دی بروینه که جلوی رئال مادرید. اوه حاجی چی؟ به سرمربی یعنی چی آخه؟ به سرمربی مگه آدم همچین چیزی میگه؟ گواردیولا داره میگه آقا پاس بده آقای کوین خان احمق، بعد ایشون توپه خراب میشه میاد چی میگه؟ میگه آقای سرمربی خفه شو. همین این گرم این میدونست که اگر چیزی بگی مغز تیم نظم تیم به هم میریزه. این بلد کارش که کثافت. پس کوین دی بروین هم به ترکیب اضافه کرده ایم. چه شود با این ترکیب؟ اما در این ویدیو تا اینجای کار مستر بلینگام چیزی نمیگه، فقط داره میخنده و خوشحاله و فوش خیلی ناجوری هم نمیدونم، یک مقدار کلمه ای که با کار میبره کلمه درست نیست اینجا. دیدی چی گفت؟ پس جود بلینگام هم به ترکیب اضافه میکنیم. میمونه دو تا بازیکن دیگه. اینجا پیک به گریزمن داره بی احترامی میکنه، میگه که آقا ولش کن پاس رو بده. بعد پیک گریزمن میگه آقا ول کن، این به اون بی احترامی میکنه، اون به اون بی احترامی میکنه. بفرما خودت ببین داره چی میگه دیگه. بابا حالا پیک داره به عنوان یک کاپیتان یه حرفی رو میزنه، تو چرا جوابشو میدی؟ مثلا تو اولین سالت اومدی تو این تیم با این کلمه داری کاپیتان تیمو خطاب میکنی. پس آنتوان گریزمن هم به ترکیب اضافه میکنیم. میمونه یک بازیکن. شما این ویدیو رو نگاه کن، من چی میگم آخرش بهت میگم داستان چیه. این صحنه رو نگاه کن. و اما ناستان اینجا اولا که میاد به رونالدو، رونالدو دستو دراز میکنه به عنوان بزرگتر، دیر دستو میده نیچ. کم محلی داری میکنی. قبل این داستان اینجا رونالدو از منچستر یونایتد جدا شده بود و رفته بود مصاحبه کرده بود که آره منچستر یونایتد امکاناتش ضعیف، الان تیمای اروپایی واسه ریکاوری امکانات خیلی بهتری دارن و اینا. حالا چون این حرفو زده بازیکن من یونایتد بود آقای برونو فرناندز، این کارو کرده و از همین ویدیو من از این بشه بعدم اومد. پس برونو فرناندز هم به ترکیب اضافه میکنیم. بعد اینو بنداز دور، به خدا میذارمش ترکیب.
بعدی. و اما بازیکن بعدی که دفاع توی مراسم توپ طلا، فندایک و مسی شانس بیشتری از رونالدو داشتن. رونالدو حضور پیدا نکرد. و فندایک وقتی ازش پرسیده شد که نظرت راجع به رونالدو چیه و آیا رونالدو به نظرت شانسی برای گرفتن توپ طلا داره یا نه، گفته مگه اصلا اون رقیب من بوده. و همین حرف باعث شد که خواهر رونالدو جبهه بگیره و خیلی جبهه بگیرن، ولی این کنایه بدی بود آقای فندایک. از فندایک هم تعویضی ها اضافه میکنیم، ولی میارمش تو به جای این برونو فرناندز پلاستیک بره بیرون. اما یک مشکن ترکیبو عوض میکنیم. بله حریف اول پیدا میشه و کسی نیست جز دیویژن 7 ماه 2500 اون 2900 13 امیر 13 سپاهان میره به جنگ بارسلونا. این ترکیب ماست و ترکیب حریف. داداش دفاعو رو ببین تو برونو فرناندز که صافت. حالا بارسلونا مدیر شروع میکنه کلیان امباپه، لوی مهدی خان کبیر، ما دوستانی زیبا، لوکاکو به وسط تر اونجا میتونن راه بیازن، لوکاکو رو پشت همه مدافعین، لوکاکو رونالدو بزن ریواندو. بس نباشی شاید دادو بیداد کردم آجی من. سمت راست میبرم اونجا مارکوس رشفورد اومده برای دفاع کردن، دوباره به سمت راست سر فندکو نباید تکون بندازیم اونجا، بده دروازه با سر. آقا چی بزنینشون. آها کریستیانو رونالدو، حالا پاسشو باید بده رونالدو، حالا مسی. وای خدا لوکاکو بیا اینجا بکش تو سر لوکاکو بکش، بزن عقب لوکاکو، ای درازه بی قواره رونالدو برگردون. چه گولی میزنه این گل با این لباس با این شماره، سه تا گل خودش. بازیکنان ما باید برند به جنگ بازیکنان حریف اگر که زلاتان نظاره خوب میشه اونجا. بکش رونالدو بزن هدو. بازی بسیار وحشیانه شده اونجا پشت همه زلاتان. آجی این زلاتان تو دفاع خیلی بده، اونورم لوکاکو داره تیر میزنه. وایسا زلاتان تعویض به جای لوکاکو. ببین تیر دو رو نگاه کن، شما رونالدو رو داشته باشن هیرو راش میندازم. حال کردی داداش یک شکل نیمه اول به نظرم رونالدو رو بریم جلو، نیمار بیاد چپ، مسی بره راست و زلاتان جاش رو به برونوی فرناندز بده. کریستیانو رونالدو بادی رو شروع میکنم اونجا، کوین دلها راه میندازه کریستیانو رونالدو رو پشت همه میکشه روی سر کریستیانو رونالدو. رونالدو هد اول میزنه برای نیمار جونیور، سرعت بالایی داره، شماره 9 قصه ما که در وجود مسی ما ایستاده، شماره 9 رو به خود اختصاص داده. حالا نیمار عقب تر اونجا به لیونل آنکار و مسی، لیونل آنکار و مسی رو راه میندازیم پشت همه. آنکار و مسی رش رونالدو رو میندازه سانتر، رشفورد، رونالدو. ها آقا کریستیانو رونالدو، آقا رونالدو هدر خوب زد، بگیر مسی، مسی نگرش دار، پاس مسی به نیمار، شوت هد. بابا دوباره نیمار زدن نیمارو. کسافت. اما اینجا لیونل مسی پشت توپ قرار میگیره. حاجی صبر کن، این کسافت تکون نخوره من گله رو میزنم. دستان بازی اول برای من بردی به ارمغان نیورد، اما سه تا از بازیکنامون لول اپ شدن، پس با دستانی خالی به بازی دوم میرویم. اما این سری بازیکنامون رو تقویت کردیم، قبل نگام به اوورال 93 رسوندیم. حریف بعدی دیویژن 7 2890 آقای نیما استی. دفاعش سخته، دفاعش ردشونه ازش سخته. به نظرم زلاتان و رونالدو رو نوک بذاریم، نیمار بیاد اینور، مسی بیاد اینجا. حالا سبهان اصفهان با این ستاره ها بازی رو شروع میکنه، رونالدو رو راه میندازم چون زلاتان باید بیاد کمکش. برو حالا نیمار جونیور اونجا پاس رو وسط تر میرسونه، رونالدو رو بعد راه بندازه اونجا. زلاتان سرعت پایینی داره این بازیکن، وسط تر میرسونه اونجا فندایک هستش که توپ رو گرفته، سانتر رو میکشه روی سر کریستیانو رونالدو، اگه بتونه هدر رو بزنه به رونالدو. بگیر مسی بگیرش، بده رونالدو رو بره دیگه. اصلا میده نیمار به سمت چپ، حالا مسی اومده سمت چپ داره بازی میکنه اونجا، سانتر اومد بکشه مسی، رونالدو پاس به عقب در، حالا شوت. جلوتر میاد لوکاکو به وسط میاره، حالا رونالدو بلینگام میگیره توپ رو به مسی میرسونه اونجا، لیونل مسی زمینی به رونالدو بزنش. کوین پاس رو بده بلینگام، میدونه که ناناز زیبا به سمت راست میاد، بلینگام نگرش دار. برو تو پاش داستان کنه، بیرون رو بگیر خوبه همونو بزن برگردون نزنه. حاجی چه پاسی داد پنالتیه، ریدینگ بزن میپدر دیگه. های دهنشو گفتم اون بر برم. خب یک گل مساوی ها میگیره، نیمار رو را میندازه، حالا اونجا خود نیمار زمینی باید بده به رونالدو، بزن رونالدو گلش کن، تیر دروازه زلاتان برو کند و کامبک. 12 دقیقه دوتا گل زدم. آن بزن تمام،
سومیشو بخور. یک هیچ عقب افتاد و حالا کریستیانو رونالدو 3-1 میکنه بازی ها. آسکاری های بشه دستی با حالا اینجا گواردیولا شکل گرفته. نیمار جونیور، نیمار پاس رو میده، نیمار حالا رونالدو چالشو میزنه. برو 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 3-2-1 سی تموم کار. 4-1 ادب میکنه تیم حریف. حال کرد یا نکرد؟ برونو فرناندز با بازی درخشانی که انجام داد دو تا لول بالا میره و تونستیم برونو فرناندز رو به اوورال 95 برسونیم و با تیمی قدرتر و با 4 تا گل به بازی سوم میریم. حریف پیدا میشه از دیویژن 7 2800 با ابوالفضل با این ترکیب. یو ترکیبش خیلی جمعه. از سانتر محمد ببین سانتر میری هدر رونالدو میزنه تو گل. حالا این بیار مهدی خانه که همچو بازی پیش بازی رو شروع میکنه بس بوی برد میاد مثل اینکه پاس به نیمار جونیور پشت جمعه. نیمار نفوذش رو قشنگ داره انجام میده. یه سرتون میخواد کارو تموم. نیمار جونیور یه دونه حرکت زیبا اونجا میزنه دریبل میکنه بازیکن حریف رو. 4 5 6 نفر دنبال نیمارن. یه دونه سر توپ، یه دونه حرکت زیبا. نیمار بزن کاتو وسطتر میرسونه اونجا. حالا بلینگام به وسط میرسونه. رونالدو پاس رو داد تو شمع. رونالدوی بزرگ حرکتش آفساید. دی بروینه رو بیار تو بجه. زلاتان خیلی بد داره بازی میکنه. ترکیب اینجوری کن. آنتوان گریزمان حرکتش رو داره اونجا انجام میده. آنتوان گریزمان سرعتش کمه اونجا. یعنی پس برای بردن حریف نیاز به یک ترکیب جدید داشتی. برونو فرناندز حالا آنتوان گریزمان با یک سان میتونه کار رو تمام بکنه. رونالدو لیونل مسی پاس رو وسط‌تر میخواد برسونه. اشتباه کارش. رونالدو راست رو بعد راه مینداخت اشتباه کرد. لوکاکو توپ رو دفع میکنه. برونو فرناندز اونجا حرکت کرده. یا ابوالفضل برونو سانتر رو میکشه اونجا. وش بنداک توپ رو میگیره لب خط رو راه میندازه. یعنی لیونل مسی رو اشتباه میکنیم. باز دوباره اونجا مسی رو بعد راه بندازیم. لیونل مسی به جلوتر. حالا نیمار توی دروازه رو میکنه. تک شاخ برزیلی قصه ما. حالا بازی یک بر هیچ به نفع مهدی میشود. این نشون میده تاکتیک های اون جواب داده. پس سری میره توی لاک دفاعی. برو برونو برونو برای نیمار جونیور میرسه به نیمار. شوتش میتونه بزنه. نیمار جونیور شوتش وای رینا باوری. بازی مساوی شد. از اونجا که اعصابش خورد بود بدون که حرف بزنه فقط ترکیب و چید و رفت سراغ بازی بعدی. پس حرف بعدی پیدا شد و سریع رفتیم توی بازی. یکی صبر کن داره بقیهش میاد. واسه بلند پشت همه مدافعین. حالا اونجا نیمار رو میدیم تک بده که نیمار زننده تک گل بازی. پاس رو میده نیمار. حالا گل بعدی زده میشه واسه اون زلاتان ابراهیموویچ. داش بازیکنای اونو دیدی اصلا تو؟ من یه آرنولد کم دارم. ای کاش آرنولدم بی ادب و بی تربیت بود. بودو تو هیچ نیمی اول. آنتوان گریزمان راه میندازه بازیکن خودی و یعنی نیمار جونیور پشت همه داره حرکت میکنه. اونجا نیمار تو راسه بالایی داریم بازیکن. یه دونه سر توپ میخواد بزنه. او از این شما اینجا را داشته باش. حالا سانس کن. ووش چرا رفت تو گل؟ آهان برونوی فرناندز بزن ریباند و سومین گل. حریف دیسکانکتینگ استراف حریف برو 3-0 به دیویژن 6 میرسیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برو باشه. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید ویدیو رو و اینکه ببینید ادب ترین بازی کنی که میشناسیم به جز بازی کنی که توی این ویدیو بودن چه بازی کنیه. خدا نگهدار.